در برنامه این هفته گفتگو دعوت کرده ایم از آقای بهرام مشیری در لس آنجلس که به پرسش‌هایی در این زمینه پاسخ بگویند. میشنویم. آقای مشیری درود میفرستیم به شما در لس آنجلس. درود برای شما آقای منش امیر، امیدوارم خوب و خوش باشین. درود رسیدم خدمت هموطنان گرامی شنوندگان برنامه شما. آقای مشیری، ما هنگامی که تاریخ مشروطیت رو بررسی میکنیم و بیشتر نظر ما به آینده است و نه به گذشته و میبینیم که دوروبر ایران چه میگذره، ما میبینیم که 106 سال پس از انقلاب مشروطیت یکی از سرکوبگرترین رژیم های موجود در دنیا امروز حکومتی است که بر ایران تسلط داره. چرا؟ بله، شما سوال رو آقای منشامی طوری مطرح کردین که جوابش خیلی ساده نیست. ببینید، میفرمایید که 106 سال از مشروطه گذشته، تلاش‌ها همه آواره شدن، حالا چرا این رژیم سرکوبگر است؟ ما برای درک این موضوع در واقع سوال شما حاوی دو سوال هست آقای منشامی. یعنی ما نمیتوانیم بگوییم که چون 106 سال گذشته چرا این رژیم سرکوبگر است. این است که برای بررسی نه، من منظورم اینه که 106 سال پس از اینکه بسیاری از کشورها در راه دموکراسی یا دموکراسی نسبی دستاوردهایی داشتن و ما می‌بینیم این آشوبی رو که در کشورهای همسایه ایران برقرار هست ولی در ایران سکوت هست. بفهمید. ها بله بله بله. خب حالا مطلب بازی چیز دیگری شد. عرض کنم خدمت شما که این داستان مشروطه که اشاره فرمودین، اگر ما بخوایم اشاره‌ای به یعنی در واقع بخوایم مطالب رو اینجا درست بررسی بکنیم، باید یک نگاهی به تاریخ مشروطه بکنیم. اگر می‌خواید مطلقاً در باب مشروطه سخنی نگوییم، در باب این رژیم مطلب دیگر. نه نه نه، من دقیقاً می‌خوام که شما به ریشه های این ناکامی اشاره بکنید. آها، درود بر شما. بله بله، الان به خاطر شما می‌کنم، به خاطر صحیح امروز افتادید. ببینید، مردم ایران نخستین ملت آسیا هستن آقای مشاوری که در این راه گام نهادن. یعنی بعد از 2500 سال محرومیت که حالا ما ایرادی نداریم به استبدادهای 2000 سال پیش و 1000 سال پیش که اینها، اما از روزگاری که ایرانیان در نبرد با روسها ناکام موندن و این یک در واقع سرشکستگی و یک حرمان بسیار بزرگ بود، اندیشه این که ما چرا چنین هستیم به میان افتاد و نخستین کسانی که در واقع از نخستین کسانی که به تفکر ایستادن، میتوانم خدمت شما عرض کنم که عباس میرزای ولیعهد بود و رفته رفته این داستان ادامه یافت تا اینکه فضای آزادی که از اروپا وزیدن میکرد ایرانیان هم رسید. ایرانیان دانشمند این سو و اون سو حرکت کردن و چاره رو در چند چیز یافتن و اون چیزی که ما مشروطه مینامیم، مبانی نظریش توسط روشنفکران بزرگ ایرانی نظیر آخوندزاده و کربانی و بسیارانی دیگر و کسانی که به اروپا رفته بودند به میان آمد و همه کوشش ها در روزگار پایانی ناصرالدین شاه و در واقع مظفرالدین شاه هست که جلوه کرد و این یک در واقع جنبش بزرگ مردمی و ملی بوده و در نوع خودش در تاریخ ایران بی سابقه است. بسیار شگفت‌انگیزه. در اون عرض می‌کنم که فضای 106 سال پیش یا بیشتر اصولا کشورهای منطقه در این اندیشه ها نبودن. اندیشه دموکراسی، اندیشه به قول خودشان کنستیتوسیون، اینها این است که این کوشش ها دست به دست هم داد و مقصود و منظور چند چیز بود. در واقع این جنبش مشروطه چند پایه داشت آقای منشامین. یکی عرض شود که محدود کردن قدرت پادشاه بود، حاکمیت ملی، استقلال، حاکمیت قانون و اینها با همت ملت بزرگ ایران در آن روزگار و روشن فکران و الیت جامعه، چون شما میدانید که جامعه در اندیشه الیت هست که فکر میکنه. بنابراین وقتی یک دموکراسی زاده میشه به مثابه یک کودک ناتوان هست که نیازمند کمک هست تا اینکه در واقع آسیب پذیریش کنار بره و بتواند روی پای خود بیسته. بنابراین وقتی مشروطه زاده شد
و قانون اساسی تصویب شد، علی رغم سخن بعضی از هموطنان نادان ما که ایرادها میگیرن که این قانون اساسی چنین بود و چنان بود و بد بود، مطلقاً چنین نیست. این قانون اساسی بود، نسبت به روزگار خود بسیار مترقی و پیشرفته بود که حقوق ملت در اون مستتر بود. اما این چون وقت ما بسیار کم هست، من سعی میکنم به اختصار خدمت شما هموطنان بیان کنم. و این کودک نوزاد در واقع به جای اون که در واقع قدم به قدم و گام به گام این رسیدگی بشه تا روی پای خود بیسته، ما این مشروطه نوزاد ایرانی و این کودک نوپای آزادی، ما ببینیم با سه کودتا و دو جنگ جهانی رویاروی شده و فزون بر اینها زمینه فرهنگی. چون میدانید که استبداد یک زمینه فرهنگی ایجاد کند که مونتسکیو به اون در واقع دیکتاتوری سنت میگوید، و مدعیان البته بنگاه پادشاهی و بنگاه دین، که اینها در واقع بنگاه دین که خدمت شما عرض کنم که 1500 سال تقریبا 1400 سال اینها یک دستگاه استبداد سنتی گسترده بودند، و بنگاه پادشاهی هم به این زودی نمیخواست که دست از کار بکشد. بنابراین این کودک نوزاد اولین نشستی که مردم برپا کردن حسین مجلس ملی رو ببینیم با کودتای محمد علی میرزا روبرو شده و توپ بستن مجلس. اما آقای نوشیری، آقای نوشیری اجازه میخوام که اجازه میخوام سخنان شما رو قطع بکنم، ولی فراموش نکنید و ادامه بدید. فقط خواستم یک نکته رو اینجا یادآوری بکنم و اون مقایسه است بین ایران آن روز با کشورهای دیگر همسایه. به هر حال ما در خاورمیانه بودیم، ما در مشرق زمین بودیم، ما متأثر یعنی تأثیر پذیرفته از فرهنگ دوروبرمون هم بودیم. از اواسط قرن 18 هم که امپراتوری ها در اروپا متلاشی شد و نهضت های ناسیونالیستی به وجود آمد و پایه های مردم ریزی ریخته شد و بعد از انقلاب فرانسه و لگالیته فراترنیته و لیبرته رو اینها عرضه کردن، ولی ما دوروبرمون رو در اون ایام در خاورمیانه و مشرق زمین که نگاه میکنیم میبینیم که دیکتاتوری در تمام حکومت ها و در تمام جوامع منطقه بود و اختصاص به برخی از حاکمان در داخل ایران نداشت. این رو چطور میشه توجیه کرد؟ بله بله، ببینید درست منم عرض کردم خدمت شما آقای نشوری، ببینید این که مشروطه یک پدیده شاخصی دلیلش هم همین هست. چون شما وقتی از سخن از عرض میشود که اطراف اکناف ایران میفرمایید، خب ما در روزگار کل منطقه اعراب رو داریم که اینها زیر سیطره امپراتوری عثمانی هستن و امپراتوری عثمانی یکی از وحشتناکترین استبدادهای تاریخ هست. دقیقا. ما در قسمت شرقی هندوستان، البته در اون روزگار حرف می شود که خود هندوستان رو در نظر بگیریم که زیر سیطره استعمار هست، اما در کل منطقه ببینیم که ما خبری از آزادی و دموکراسی نیست. درست فرمایید. و این اهمیت انقلاب و مشروطیت رو دوچندان میکنه. بله بله، اهمیت انقلاب و مشروطیت رو دوچندان میکنه و این نشان میدهد که الیت جامعه ایران تا چند اندازه بیدار بوده و مردم ایران بعد از 150 سال حکومت قاجارها تا چند اندازه در واقع در اندیشه آزادی و قانونمندی بودن. این است که این خیلی 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 عرض میشود که انقلاب بزرگ و تنها انقلابی است که در واقع برای مردم بوده و مردم در اون لحظه مقطع از تاریخ که عرض کردم اینها ریشه‌اش از زمان عباس میرزا شده است و اینها خواسته از اراده ملی رو حاکم بکند به در واقع اراده پادشاه. این هست که این مجلس به وجود آمده و اون دیر که عرض کردم خدمت شما، بعد از این ماجره محمد علی میرزا و اینها باز مردم اون تمر رو داشتن، الیت جامعه ایرانی بیدار بود، هنوز امید در دلها بود. این هست که ایشون رو از مملکت فراری دادن و در واقع مجلس به کار خودش مشغول شد و خوشحال و خندان به گمان این که دموکراسی آمده است. یعنی روزگاری که این قانون اساسی پیش نویس نوشته شد و مردم و وزیر که در واقع بغل مشیر و دوله از کارسکه پیاده شد در مقابل مجلس شورای ملی، مجلس مقدس شورای ملی، مردم حاضر در صحنه می گریستن از خوشحالی به گمان این که در واقع ما به آزادی و دموکراسی رسیدیم
در حالی که فاصله یک انقلاب تا رسیدن به دموکراسی واقعی یک فاصله بسیار بسیار طولانی است و همونطور که عرض کردم باعث الیت جامعه بتواند که رهبری بکند، کما که در کشور شما اسرائیل بنیانگذاران کشور اسرائیل به دموکراسی اسرائیل اینها مردمان دانا و توانایی بودند، تربیت یافتن مکاتب اروپایی. این است که در کشور ما بی‌سابقه بود. آقای مشیر اینجا یه پرسش دارم از شما. من نقش رهبران رو اعتراف میکنم که بسیار بسیار مهمه، ولی مسئله فرهنگی ملت هست. یعنی شما اگر به اسرائیل اشاره میکنید، بسیاری از مهاجران اسرائیلی از اروپا اومده بودن، یعنی شناخت فرهنگی داشتن از دموکراسی. ولی آیا پرسش من اینه که آیا ملت ایران هم از نظر فرهنگی آمادگی پذیرفتن اصول و قواعد بازی دموکراسی و مردم سالاری رو داشت؟ بله بله، همون از همونی که خدمت شما عرض کردم استبداد سنت. بله. یعنی چی؟ یعنی مردمی که زیر سیطره استبداد بودن برای 1500 سال، استبداد دینی و دراز مدتری زیر سیطره استبداد سیاسی بودن، بنابراین این وجه استبداد در ذهن مردم هم ایجاد نوع تفکر استبدادی میکنه. عرض من این بود، عرض کردم استبداد سنت این است. اما هر آینه همین مردم، و میخوام خدمت شما عرض کنم این سخن خطاست که ما تصور کنیم یک مردمی همه بایستی دموکرات بشوند و فرهنگ دموکراسی در همه جا غالب بشود تا اون کشور بتواند دموکراتیک بشود. اصلا و ابدا چنین نیست. ما در تاریخ دموکراسی ها، همین آمریکایی که ما در اون زندگی میکنیم، خدمت شما عرض میکنم وقتی که فرض فرمایید الیت جامعه آمریکا جمع شده است قریب 230 سال پیش، ما نباید تصور کنیم که جامعه آمریکا همه دموکرات بودن. اصلا و ابدا چنین نبوده، کما اینکه قریب 50-60 سال بعد از دموکراسی آمریکا عرض شود که نیمی از مردم آمریکا اسلحه کشیدند که ما میخواهیم بردهداری باشد و جنگ خونینی در گرفت، 100,000 آمریکایی کشته شد. و در فرانسه هم همینجور. این است که ضمن اون که سرزمین ایران یک فرهنگ استبدادی برش حاکم بوده که خود اسلام هم تولید استبداد میکند اساساً، که حالا یه بحث خیلی مفصلی است و اینها، اما این الیت جامعه است. مثل ترکیه فرض بفرمایید، ترکیه قوی ترین استبداد در ترکیه بود و اما الیت جامعه ترکیه به رهبری آتاتورک در اون روزگار توانست که هر آینه این گلیم رو از آب بیرون ببره و این دموکراسی نیمبند ترکیه رو بنیان بذاره که امروز هم برجاست. بنابراین قضایا آقای منوچهر امیر چند طرف هست، اما اون چه بیشترین صدمات رو وارد کرده است صدمات الیت بوده. عرض کردم ما دو جنگ جهانی داشتیم و چندین کودتا علیه این دموکراسی. بنابراین ما ادامه این دموکراسی رو از نظر تشکیل مجلس‌های ملی اینها داریم تا هر سبب که با هزار گرفتاری، جنگ جهانی اول، با فقر و بیچارگی و ضعف دولت و اینها، تا ما برخورد میکنیم به کودتای 1299 که البته این مرحوم رضا شاه هر سبب که از قزوین آمدند با گروه زیادی از قزاقان و رفته رفته در اندیشه دو یا دور زدن مشروطه بودند یا برانداختن مشروطه. این است که سرانجام در مجلس پنجم ما یک مجلس مرعوب رو داریم که به ایشان رأی داده، منهای 4-5 نفری از اون الیت دانای جامعه، و ایشان به پادشاهی رسیدن. پادشاهی رضا شاه در واقع در به نوعی تعطیل قضایای اصلی مشروطه هست که موضوع آزادی بیان و حاکمیت ملت، آزادی روزنامه ها و این هاست، اما اقدامات در واقع اصلاحی بسیار شده است. من خیلی مختصر میکنم تا برسیم به سوال اصلی شما. بله، من که به جنگ جهانی دوم اجازه بدید بخوام بحث رو به امروز بکشونم. شما بله در خارج از ایران زندگی میکنید و سالیان دراز هست که در خارج از وطن هستید و با ایرانیان برون مرزی آشنایی دارید، طرز تفکرشون رو میدونید. پرسش من صادقانه این هست که آیا تصور میکنید که ایرانیانی که در خارج زندگی میکنن، حدود 4-5 میلیون نفر، لااقل اینها قواعد دموکراسی رو میدونن، آمادگی ذهنی دارن برای پذیرفتن دموکراسی؟ بله بله، خیلی سوال خوبی کردن آقای منوچهر امیر. ببینید، عرض شد که
ما چند مشکل فرهنگی داریم. امروز توانایی جامعه ایرانی برون مرزی این 4-5 میلیون نفر به حدی است که میتواند بزرگترین احزاب دموکراتیک رو فی حد ذاته عرض میکنم، حالا عرض میکنم چرا عملا میسر نیست، برای حصول دموکراسی در ایران حداقل در خارج کشور تشکیل بده. اما متاسفانه عرض شود که به جهات بسیار که یکی از آن هم نداشتن فرهنگ دموکراتیک در بوده است و این خودش نیازمند ترینینگ هست. آن انسان با اندیشه دموکراسی از مادر زاده نمیشود، یعنی که امر موروثی نیست، در طبیعی نیست. این است که انسان قواعد و قوانین دموکراسی رو در جامعه یاد میگیره. من میخوام اشاره کنم خدمت شما، اروپای جنگ دوم، مثلا کشور فرانسه، وقتی کشور فرانسه در واقع مورد حمله نازی ها واقع شد، اون گروه از فرانسویان الیت جامعه که از فرانسه گریختن و ترک کردن برای مبارزه با نازی ها، اینها یک اپوزیسیون متشکل بسیار نیرومندی تشکیل دادن بدون مشکل، به جهتی که این تمرینات رو و این تعلیمات رو جامعه فرانسه داشت یا جامعه لهستان. این است که ما متاسفانه نداشتیم. و ضمن اون که این جامعه برون مرزی به لحاظ نظری طرفدار دموکراسی هست، اما به لحاظ عملی این جامعه برون مرزی ایران هنوز نتوانسته یک گروه متشکل با وجود بیاورد که به طور ارگانایز و به طور مؤثر برای دموکراسی برای جامعه ایرانی اقدامی بکند. این سخن رو من آقای منوش امیر میپذیرم و درست میفرمایید، اما این بدون نظر نخواهد بود که بگوییم ایرانیان ذاتاً ضد دموکراسی هستند یا آنتی دموکراتیک هستند. اصلا چنین چیزی نیست. این تعلیم برای تشکیل احزاب رو ایرانیان نداشتن. و من میخوام خدمت شما عرض کنم در طول تاریخ مملکت ما دو حزب معنی اخص کلمه بیشتر نداریم. یکی اون حزبی بوده هست که اسماعیلیان ساختن، یکی حزب توده. یعنی میخوام خدمت شما عرض کنم که حزب در واقع تغییرات بزرگ در جوامع امروزی از طریق احزاب هست و تشکیلات ارگانایز هست. ما هرگز حزبی نتوانستیم به معنی اخص کلمه در ایران تولید کنیم. این است که این تشکل یکی از در واقع گرفتاری های ماست. امیدوارم به این سوال شما جواب داشتم. من در خدمتتون هستم. هر سوالی دارید میخوام بپرسم که اگر ما فرهنگ دموکراسی داشتیم، آمادگی ذهنی دموکراسی داشتیم، آیا اصولا رژیمی مثل حکومت اسلامی آخوند خمینی میتونست در ایران به روی کار بیاد؟ مطلقا و ابدا آقای منشامی. دلیل که ببینید، ما خدمتتون عرض کنم که قضایا رو هر جا میکشیم برمیگردیم به یک جا و اون این است که مملکت ایران، مردم ایران انقلاب کرده بودند برای آزادی و دموکراسی، انقلاب کرده بودند. اما مردم که نمیتوانه هر روز انقلاب بکنن، اما متاسفانه در روزگاران گذشته این قوانین به زیر پای رفت و مردم رو از صحنه سیاست بیرون کردن. بنابراین اون استبدادی که برپا شد در عصر جدید، احزاب رو تعطیل کردن، روزنامه ها رو تعطیل کردن. وقتی که به مقطع انقلاب رسید، مردم ما میدانستن چه چیز رو نمیخواهند، اما حقیقتا اون چه میخواهند در نظر نبود. و این گروه های سیاسی که در روزگار استبداد گذشته برپا آمدن، هیچ کدام متاسفانه دموکراتیک نبودن. یعنی جامعه از حد اعتدال خارج شده بود، اون میراث مشروطه یک سره از میان رفته بود. مشروطه یک در واقع انقلاب بسیار معتدل بوده، کمایی که میبینیم بعد از انقلاب ما اعدامی نداریم، کشتار نداریم. یعنی مردم دچار دیوانگی انقلابی نیستن. اما در روزگار گذشته، یک روز بعد از یک روز دیگر، رفته رفته این جامعه رادیکال شد. من میخوام خدمت شما عرض کنم فعالان سیاسی گذشته هیچ کدام دموکراتیک نبودن. یعنی ما یک گروه چپ داریم که جستجوگر یک نوع استبداد چپ بود، پرولتاریا. یک گروه مجاهدین داریم که متاسفانه عرض میکنم طرفداران استبداد بودن. و هر گروه اسلامیان از هر نوع طرفدار استبداد بودن. این است که در مقطع انقلاب میبینید که ما آزادی خواهان خیلی خیلی اندک هستند. گروه های مبارز سیاسی به جهت اینکه از طریق دموکراتیک وارد این صحنه نشده بودن، همه عصبانی، خشمگین و عرض میکنن که استبدادخواه بودن. و وقتی هم که خمینی آمد، اگر شما به یاد داشته باشید، کتمن دارید،
این مرد در واقع در فرانسه ابدا مطلقا سخن استبداد اسلامی نمیگفت و در اونجا سخن از آزادی میکرد، آزادی زنان و گسترش اقتصاد و حتی آزاد بودن نیروی چپ در ایران میکرد، ولی بر حسب قوانین و شریعت اسلامی. این رو همیشه تکرار میکرد خمینی، میگفت تمام آزادی ها. ولی شما اگر سخنرانی ایشون رو حتی در زمانی که وارد شد و در همون قبرستان معروف نشست، صحبت از عرض میشود که قانونمند بودن یا قانونمند نبودن حکومت گذشته میکرد و این قضایا زمانی به میان آمد که در واقع رقیبی دموکراتیک در میدان نبود و قدرت ها در دست اینها قبضه شدن. اون موقع هست که قضایا به گربگونه دیگر شد و این طبیعت در واقع هولناک استبداد دینی رفته رفته چنگ و دندان نشون داد و آرام آرام خودش رو به این جای رساند و خیلی خیلی باعث تأسف هست که عرض کنم بعد از اون جنبش زیبا و ملی مشروطه ناگهان رنگ این انقلاب دوم که برای آزادی بود، در واقع از نبود آزادی بود. آقای من شمید، مردم ایران کمبود نماز و روزه و حج و جهاد نداشتن، مردم ایران دچار در واقع جستجوگر آزادی سیاسی بودن به جهت اینکه آزادی های فردی رو هم داشتن. این است که این نبود آزادی های سیاسی که اصل هست، شما نمیتوانید در یک کشوری قضایای اقتصادی رو گسترش بدهید اما به قضایای سیاسی و آزادی مردم توجه نفرمایید. این است که این قضایا که در واقع نبود عدم تعادل در اندیشه انقلابیون بود سبب شد این سیستم استبدادی متاسفانه خیلی خیلی باعث تأسف هست که یک ملتی قریب 150 سال برای آزادی تلاش بکند و بعد سرانجام به این روزگار بیفتد. چون وقت هم هست من در اختیار شما هست. بله ما 7 دقیقه دیگه به پایان وقت داریم و میخوایم نگاهی به آینده بیاندازیم و بله. از شما بپرسم که این درد را چگونه میتوان درمان کرد؟ ببینید این درد درمانش در دست مردم ایران هست. بله. یعنی تا زمانی که مردم ایران نشستن و تماشاگره این جریان خونین استبدادی ملایی هستند که دقیقتا در همه جنبه ها با شکست مواجه شده و در هیچ وجهی نیست که این رژیم توفیقی به دست آورده باشد و کار در واقع بی تدبیری این رژیم به جای رسیده است که کل منطقه رو سهل است که کل جهان رو با خود دشمن کرده، سرنوشت این رژیم در دست مردم ایران هست، هم مردمان داخل و هم مردمان خارج. وظیفه مردمان خارج این نیست که آلترناتیو بسازند و رهبر تولید بکنند، بلکه بایستی به طور متشکل و به طور مداوم پشتیبان گروه های دموکراتیک در داخل ایران باشند، چون تنه اصلی جامعه ایرانی در ایران هست. و این بار من امیدوار هستم با این تجارب خونین و دردناک این دو استبداد و سه استبداد گذشته و امروز گذشته، مردم ما بتوانند اگر قانونی آمد از اون پاسداری بکنند، اگر یک قانون دموکراتیک برپای شد اون رو صیانت بکنن و جامعه داخل است که سرنوشت این رژیم در دست اوست و یک روزایی که برسد که آقای منشنوی که مردم ببینن که همه آرزوها برباد رفته و حتی این اعوان و انصار رژیم، کسانی که در واقع پوانهای ویژه اینها در کنار رژیم ایستادن، اینها بدانند که منافع ملت و منافع خود اونها در ترک این رژیم هست. در اون روز هست که این مردم باید این رژیم رو سرنگون بکنن، ایرانیان خارج کشور هم البته پشتیبانی بکنن و ما امیدوار آینده هستیم که بعد از دو انقلاب بتوانیم عرض میکنم یک قانونمندی در کشور و یک دموکراسی. و من میخوام شما این رو عرض کنم که ایران قلب منطقه است، مهمترین کشور منطقه ایران هست و در صورت دموکراتیک بودن جامعه ایرانی این به همه خاورمیانه تاثیر خواهد کرد و در واقع حرکت ایران باعث حرکت جاهای دیگر خواهد بود و من بسیار امیدوار هستم و در جواب سوالتون عرض میکنم این در دست خود مردم ایران هست تا چه روزی بخواهد که این رژیم رو سرنگون بکنه. بله فرمودید خود ملت ایران و طبق آماری که منتشر شده 50-60% از مردم ایران متعلق به نسل جوان هستند. اگر 34 سال پیش امکانات اطلاع رسانی بسیار محدود بود،
امروز جوانان ایران انواع و اقسام وسایل ارتباط همگانی رو دارن، از توییتر و فیسبوک گرفته تا اینترنت و وبسایت. به اونها چه میگویید؟ به جوانان ایرانی میفرمایید؟ بله، خطاب به اونها. بله، ببینید، جوانان ایران تا اونجایی که من در ارتباط هستم، آقای منشمی، از جوانان 16-17 ساله تا بالاتر که من صحبت کردم بسیار روشن، بسیار قضایای سیاسی رو خوب تحلیل میکنن و برای آینده ایران، من با تک تک این افکاری که با من در ارتباط هستن صحبت کردم، و یا برای ایران یک حکومت آزاد و دموکراتیک میخواهن، به جهت اینکه جامعه جوان امروز ایران در جهت و در مسیر جوانان جهان هست، یعنی جهان به هم متصل شده، اون چه خواست جوانان ایران هست، خواست جوانان یک جامعه دموکراتیک هست، و من بسیار بسیار امید دارم که این نسلی که بر پای خواسته، چون نسل‌های گذشته با ذهنیت‌هایی بودن از راه‌های دور و ذهنیت مدرن نداشتن، اما جوانان ایران با اینکه در ایران هستن، با توجه به همین ارتباطاتی که شما اشاره فرمودید، بسیار بیدار هستن و آگاه هستن و به هیچ وجه منح وجود این ذهنیت جدید با دیکتاتوری سازگار نیست. و من بسیار امیدوار هستم که همین نسلی که شما بهش اشاره فرمودید و بیشتر از 60% جامعه ایران تشکیل میده، بتواند دموکراسی پایدار در ایران تشکیل بده. آقای بوچن، و 10 دقیقه به پایان وقت مونده و آخرین پرسش من این است که چه انتظاری در مورد حمایت جهانی ما میتونیم داشته باشیم؟ هیلاری کلینتون گفته بود که شما شروع کنید، ما ازتون پشتیبانی میکنیم. بفرمایید. عرض میکنم که دولت آقای اوباما متاسفانه در اون مقطعی که بایست به داد مردم ایران میرسید و قریب 5 میلیون میگویند در ایران بیرون بودند، کمکی نکردند، به جهت اون که امید دیگری از این رژیم داشتند. آقای اوباما هم تصور میفرمون این رژیم اهل صلح و مصالحه و عادی سازی روابط است. اون فرصت متاسفانه از دست رفت. بعد هم که پرسیدن که چرا چنین شد، خانم کلینتون فرمودن که از ما کمکی نخواستن. این است که کمک های جهانی به گمان من آقای منشوی باستی پشتیبانی از عقیده دموکراسی و جریانات دموکراتیک در ایران باشه، و گمان من بر این هست که یک جنگ، چنانچه در فضا میدانید که این اخبار در فضا هست و این حس جنگ در فضا هست، در صورت بروز یک جنگ، گمان من این هست که قضیه دموکراسی در ایران به عقب خواهد افتاد، به عقب خواهد افتاد. یعنی یک جنگ عرض می شود که حمله به حکومت فعلی، این سبب همون تکرار جنگ عراق هست، و در واقع اون جنگ عراق به وجهی که ما دیدیم سبب تمدید این حکومت شد که گروه ها بر محور این حکومت جمع شدن و در واقع این حکومت خونخوارتر رادیکالتر شد. ولی آیا فکر نمی کنید که شرایط فرق کرده و انهدام تأسیسات اتمی رژیم بسیار فرق میکنه با اینکه یک ارتش دشمن بیاد اهواز و قصر شیرین و جاهای دیگر ایران رو بگیره؟ خب ببینید آقای منشمی، انهدام تأسیسات رژیم به لحاظ ژئوپلیتیک برای بسیاری از کشورها البته مد نظر هست، اما تنها انهدام تشکیلات اتمی رژیم سبب سقوط رژیم، اتفاقا سخن عرض من هم همین هست. یعنی یک حمله محدود به ایران برای تخریب بوشهر و عراق و اصفهان و اون دستگاه ها، این سبب سقوط رژیم نخواهد شد. این است که ممکن است که کار بدتر بشود. در این گونه مواقع است که این جور رژیم ها دست میازند به تصویه آزادی خواهان از میان بردن. آقای بهرام مشیری، پوزش میطلبم، با شما باید خداحافظی بکنیم و سپاسگزاریم، بسیار سپاس بسیار از این که مهمان برنامه امشب ما بودید. پایان باشید.